مناجات دویم در بیان اجابت دعای بنده به رحمت و میل دادن او را به سوی خواهش و تضرع و آن را بهانه عنایت ساختن، و اگر نه آن حضرت خود میل دعا دادی کرا، و اگر نه اراده اجابت داشتی هرگز تعلیم به دعا نفرمودی. رمز ادعونی استجب لکم مؤید این حالت است، و فرمان فدع الله مخلصین مؤکد این مقال، و هو الکبیر المتعال. ای خدا زاری ز تو، رحمت ز تو، رحمتت با زاری ما کرده رو. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، ورنه در گلخن گلستان از چه رست؟ هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، مهابت هم ز تو. ای عظیم از ما گناه ها عفو کردن در حریم، ما ز آز و حرص خود را سوختیم، این دعا را هم ز تو آموختیم. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چراغ افروختی. عفو کن ای عفو در صندوق تو، سابق لطف همه مسبوق تو. عفو کن زین بندگان تن پرست، عفو از دریای قهر اولاتر است. من که باشم که بگویم عفو کن، من چه آگه باشم از اسرار کن. ای تو پاک از جهل و علمت پاک از آن، که فراموشی کند بر وی نهان. چون کسم کردی اگر لابه کنم، مستمع شو لابه را از کرم. زان که از نفسم چو بیرون برده ای، آن شفاعت هم تو خود را کرده ای. چون ز رخت من تهی گشتیم وطن، تر و خشک خانه نبود آن من. هم دعا از من روان کردی جواب، هم ثباتش بخش و دارش مستجاب. هم تو بودی اول آرنده دعا، هم تو باش آخر اجابت را روا. ای طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یارب داد توست. بی طلب من این طلب تو داده ای، گنج احسان بر همه بگشاده ای. خب جلسه قبل هم این مقدمه‌ای که در اول مرحوم کاشفی آورد رو شرح کردیم، تا جایی که بحث به آنجا رسید که هم دعا از اوست و هم اجابت هم از اوست. آنگاه انسان به سمت دعا می رود که مستجاب باشد. گویا اول دعای ناکرده و دعای شروع نکرده مستجاب می شود، و سپس بنده به دعا می پردازد، سپس بنده دعا می کند. اول اجابت هست و بعدن دعا هست. و این رفتاری که ما گمان میکنیم که ما دعا میکنیم و او اجابت میکند، شاید به نظر عرفا برعکس است، یعنی اول او اجابت میکند سپس ما اختیار دعا و امکان دعا و افتخار دعا میکنیم. خب فرمود که رحمت تو بازاری ما خو کرده است، ما زاری می کنیم تا رحمت تو به جوش آید و دریای رحمت او
رحمت تو در جوشش بیاید و وقتی دریای رحمت تو به جوشش در آمد ما دعا می کنیم تا از آن دریا قطراتی نصیب ما شود. در حقیقت اینها هر دو به همدیگر وابسته اند، از یک طرف دریای جوشش رحمت الهی و از این طرف هم دعای ما که آن دریا را جوشان تر کند و مانند نیاز طفل به شیر مادر که این فرزند تا زمانی که گریه نکند مادر متوجه نمی شود که او شیر می خواهد و یا اگر هم متوجه باشد شاید اهتمام آنچنانی نداشته باشد، ولی در مورد خداوند که چنین نیست، خدا هم اهتمام دارد، هم رحمتش وسیع است و هم اطلاع از آنچه در درون ما می گذرد دارد. آنجا که کودک گریه می کند تا شیر به دست بیاورد و مادر آماده است تا او را شیر دهد، این گریه کودک برای شیر از کجا به وجود آمده است؟ چرا کودک می داند که باید بگرید برای شیر مادر؟ چون خداوند آن شیر مادر رو آماده کرده است، قبل از همه او رو مهیا کرده است و برای او رمزی به عنوان گریه کودک قرار داده است تا فیضان لطف الهی به واسطه آن تحقق پیدا کند. و این علت و معلول همچنان در رفت آمد است، هرچه کودک گریه می کند رحم مادر بیشتر به جوش می آید و هرچه رحم مادر به جوش می آید شیر دادن او اثبات می شود و تحقق پیدا می کند و هر لحظه از هر دو طرف به فزونی می رود. هرچه لابه بنده نسبت به خداوند بیشتر می شود، خداوند هم رحمتش رو بر اساس سنت خود بیشتر می کند. روزی یکی از درویشان نشسته بود، هی یارب یارب می گفت. بایزید از آنجا گذشت، گفت ای درویش چقدر یارب می گویی؟ یک بار یارب گفتی، گوش کن ببین او چه می گوید. اینقدر یارب نگو، ببین او چه میگوید. او میگوید یا عبدی عبدی، هر وقت که تو او رو صدا میکنی او میگوید بنده ام بنده ام. گفت، جوابی داد، گفت اون رو میشنوم، از آن چنین میگویم. وقتی که او رو میشنوم صدایش رو که میگه عبدی، تشویق می شوم، می بینم دریای رحمت او رو و دریای ربوبیت او رو به جوش آورده ام، بنابراین دوباره می گویم یا رب به او هم به من بگوید عبدی بنده من. و باز همچنین من می گویم یا رب، او می گوید عبدی. و این معاشقه و این عشق بازی با خداوند برای من بسیار شیرین و زیباست و اساس قضیه همچنین است. محی‌الدین عربی، آن عارف بزرگ و آن شیفته درگاه حضرت ربوبی، سخن بسیار زیبایی دارد در تفسیر آیه الستو بربکم قالو بلا. میگوید که خدا گفت که الستو بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ که همه گفتن قالو بلا شهدنا، بله تو بنده، تو رب ما هستی و پروردگار ما هستی، ما شهادت می دهیم. ابن عربی می فرماید که چرا خداوند در قرآن گفت الستو بربکم، نفرمود که الستم به عبدی، آیا بنده من نیستید؟ خب می توانست این سوال باشد، به جای الستو بربکم بفرماید الستم به عبدی، آیا
عبد من و بنده من نیستی؟ بعد خود جواب میدهد به خاطر اینکه نظام خلقت و نظام آفرینش بر مبنای ربوبیت است نه بر مبنای عبودیت. هرچه در جهان است بر مبنای ربوبیت است نه بر مبنای عبودیت. اگر بر مبنای عبودیت بود که ما همه باید خالصاً خاکسار می شدیم، تضرع می کردیم و لابه و انابه می کردیم در پیشگاه خداوند، مانند عبد بودیم. اما خود خداوند مقرر کرد تا عالم عالم ربوبیت باشد، تا او ما را بپرورد، او همه چیز را به ما بدهد و آن حرکت کلی و عظیمی که از عالم قدس و از عالم بالا شروع می شود به واسطه مقام ربوبیت بر ما تنزل کند. و این البته بسیار تعبیر زیبایی است. بعد هم فرمود که هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی از تو، محابت هم ز تو. و بعد فرمود حرمت آن که دعا آموختی در چنین ظلمت چراغ افروختی، به حرمت این که ما این دعا رو آموختی ما هم دعا میکنیم. چه دعایی میکنیم؟ این دعای من هست که عفو کن ای عفو در صندوق تو، از ما بگذر ای کسی که عفو در صندوق تو هست. عفو فقط مختص تو هست و کس دیگری حقیقتا نمیتواند عفو کند. عفو در جلسه قبل عرض شد که معنی عفو آن است که انسان وقتی گناه کرد چنان آن اثر رو از بین ببرد که دیگر هیچ اثری از گناه در آن باقی نماند. بلکه عرض شد که خداوند در قرآن دارد نبدل سیئاته و حسنات، بلکه به جای آن گناهانی که این شخص تائب کرده است به جای او حسنات می نویسد. اگر 1000 گناه بود به جای آن 1000 حسنه می نویسد، 1000 ثواب، 1000 پاداش، 1000 نیکی می نویسد. و این فقط در صندوق اوست. چه کس دیگری می تواند ببخشد؟ چگونه می تواند ببخشد؟ کس دیگری غیر از خداوند آیا اگر بخواهد هم می تواند کسی را ببخشد؟ چنانچه تمامی اثرات وضعی و تکوینی و تشریعی آن گناه رو از بین ببرد و خود به جای آن ثواب و نیکی و خیر و پاداش قرار دهد. عفو کن ای عفو در صندوق تو، سابق لطف همه مسبوق تو. تو سابق لطف همه هستی و همه لطف‌ها مسبوقند به سابقه لطف تو. یعنی همه لطف‌هایی که دیگران می‌کنند مسبوق به سابقه لطف تو هستند. اول لطف از تو آغاز شد و بعد در تمامی عالم این لطف تسری پیدا کرد. مستحضری است که عرفا راجع به تمامی صفات الوهی چنین میگویند. میگویند اگر شما مهربانید، اگر مادر نسبت به فرزندش مهربان است، اگر پدر نسبت به فرزندش مهربان است، اگر همسر به نسبت به همسرش مهربان است، همه این مهرها و محبتها و همه این عشقها از آن عاشق کل و از آن معشوق کل سرچشمه میگیرد و نشأت میگیرد. اگر خداوند رحیم نبود، بخشنده نبود، هیچ بخشندگی در جهان وجود نداشت. اگر او مهربان نبود، هیچ مهربانی در این جهان وجود نداشت. و این در حقیقت تجلیات آن صفات و ذات حضرت باری تعالی است که ما همه نیکی‌هایی که در این جهان می‌بینیم همه تجلی‌های آن صفات خداوند است. در یکی بیشتر تجلی می‌کند، در یکی دیگر کمتر تجلی می‌یابد و تمامی خیرها، تمامی نیکی‌ها مربوط به آن است. و یک بحث دیگر هم که مولانا دارد این است که طلب‌ها از چیست؟ مولانا خیلی بحث زیبایی دارد، میگوید آتش از چیست؟ تشنگی از چیست؟ چرا میگوییم تشنه است؟ چرا میگوییم فلان کس تشنه است؟ چون آبی وجود دارد. اگر آبی وجود نداشت تشنگی مفهوم نداشت. چرا میگوییم فلان کس گرسنه است؟ چون غذایی وجود دارد که
این گرسنگی برای آن نیاز ایجاد شده است. چرا میگوییم درمان وجود دارد؟ چرا میگوییم درد هست؟ درد به خاطر این است که درمان است. اگر درمانی نباشد دردی هم نخواهد بود. بنابراین وقتی که ما اینجا نیاز میبینیم، در آن طرف ناز هست، ناز الوهی است که در این طرف منجر به نیاز ما میشود. وقتی که ما دعا میکنیم اجابت آنجا آغاز شده، اجابت آنجا هست که ما میتوانیم دعا کنیم. رحمت و بخشش هست که ما بخواهیم طلب رحمت کنیم. اگر آبی نبود ما طلب آب چگونه می کردیم؟ چگونه می دانستیم باید آب رو طلب کرد؟ وقتی آبی هست نشانه این است که طلب ما طلب دقیق و درستی است، و چون رحمت او هست طلب رحمت ما از او نشانه همان رحمت کل است. عفو هم همچنین است. عفو هم چرا ما عفو می خواهیم؟ چون عفو در صندوق او هست، در اصل او عفومند است، به همین لحاظ ما عفو میکنیم. وگرنه اگر او عفو نبود و عافی نبود، اگر او ما رو نمیبخشید و اگر در ذات او نبود، چنین اتفاقی نمیافتاد. ما چرا از خدا رزق و روزی میخواهیم؟ چون او رازق است و رزاق است. اگر رازقیت و رزاقیت نبود ما اینجا رزق نمیخواستیم و اصلا نیازمند به آن نبودیم. عفو کن زین بندگان تن پرست، عفو از دریای قهر اولاتر است. تو که دریای قهر هستی، دریای قهر یعنی عظمت، غلبه، شکوه، غلبه ای که دیگر هیچ کس نتواند از تحت سیطره و سلطه آن غلبه بیرون بیاید. قهار است، خداوند بسیار قهر می کند. منتها این قهرهایی که ما میکنیم به معنای این نیست. قهر به معنی قهر و آشتی نیست. قهر به معنای قدرت، سلطه و تسلط کامل است. خداوند بسیار قهار است، یعنی بسیار سلطمند است و سلطان کل است و بر همه چیز سلطه دارد و هیچ چیزی و هیچ موجودی از دایره تسلط او خارج نیست. عف از دریای قهر اولا. تو که دریای قهر هستی عف هم از آن زیباتر است. اصلا چرا قهر وجود دارد؟ چون مهر وجود دارد. چرا ما طلب مهر الهی هستیم؟ چون قهر الهی وجود دارد. حضرت علی علیه السلام فرمایش دارد، می فرماید تو رفع الاشیاء به ازدادها. یک بحث دیالکتیکی هست. اشیاء با ضد خود شناخته می شوند، هر چیزی با ضد خود شناخته می شود. تعرف الاشیاء به ازدادها، همه اشیاء با ازداد خود شناخته می شوند. اگر ما جهل نباشد ما علم رو چگونه می خواهیم تعریف کنیم؟ اگر ظلمت نباشد ما نور رو چگونه می خواهیم تعریف کنیم؟ اگر مرگ نباشد زندگی رو چگونه ما می خواهیم معنی کنیم؟ مفهومی ندارد. بایستی در برابر آن ضدی باشد تا بتوانیم. اگر قهری نباشد مهر مفهومی ندارد و مهر با قهر زیباست. و البته کسی که قهرش مانند دریاست باید مهرش هم مانند دریا باشد. یک نکته مهم هم اینجا هست که میبایست عرض بکنم که در همه انسان ها یک صفاتی وجود دارد، اما دامنه این صفات، صفات خوب و بد در افراد متفاوت است. یعنی در هر چقدر بهره وجودی یک شخص از عالم وجود پایین تر باشد، تفاوت قهر و مهرش، تفاوت خشم و لطفش اندک است. هرچه قدرتش کمتر باشد فاصله این قهر و لطف کمتر است، و هرچه تسلط او و تصرف او بر عالم کمتر باشد اینقدر این سینوسی که برای اون میشه رسم کرد دامنش کمتره و به خط راست نزدیکتره. اما وقتی که کسی قدرتش بیشتر است بنابراین محبتش هم بیشتر خواهد شد. مثلا کسی یک مقامی داره، مقام دنیوی داره، اگر بخواهد به یکی قهر کند
خیلی بیشتر میتواند قهر کند و اگر بخواهد که مهر کند باز خیلی بیشتر میتواند. هرچه درجه وجودی یک شخص بیشتر باشد، این دایره و فاصله بین قهر و خشم او و فاصله بین صفات از داده او بیشتر است. مثلا در مورد حضرت علی علیه السلام مشابه این گفتن که حضرت جاذبه و دافعش بسیار با همدیگر متفاوت بود. در انسان‌های عادی جاذبه نهایتاً جاذبه یک نفر ممکنه 20 نفر رو بهش جذب بکنه، 100 نفر رو بهش جذب کنه، و دافعش چه؟ بر اساس شخصیت او 100 نفر رو به خود جذب می‌کند و 100 نفر رو از خود دفع می‌کند. ولی وقتی که این انسان دایره وجودیش بالاتر رفت، این دایره قهر و مهر او هم افزایش پیدا می کند، دایره جذب و دفع او هم افزایش پیدا می کند. می بینید 2000 نفر رو جذب کرده و 3000 نفر رو دفع کرده، 5000 نفر رو جذب کرده، 1000 نفر رو دفع کرده، و هرچه که بالاتر رود این رقم بیشتر است. یعنی این که در مورد حضرت علی هم این رو گفتن که حضرت علی کسی بود که جاذبه او در حد اعلی بود، کسانی که او رو دوست می داشتند در حد اعلی او رو دوست می داشتند. دوستانش ببینید چه کسانی هستند، و کسانی که دشمنش می داشتند در حد اعلی او رو دشمن می داشتند. ببینید دشمنانش کیا هستند. دوستان او از بهترین آدم ها و دشمنان او از بدترین و پلیدترین آدم ها. این در حقیقت همان دایره ایست که هست، و این ضدها هرچه در مورد شخصیت انسان ها بیشتر می شود، این ضدیت ها و جذب ها و دفع ها و ضدیت ها و همراهی ها هم همچنان افزون می شود. یک کودک شاید وقتی که کودک هست 5 سالش هست چقدر جاذبه می تواند داشته باشد، چقدر دافعه می تواند داشته باشد، خیلی دایره محدودی است. ولی وقتی که بیشتر می شود این برتر است. خب خداوند که همه صفات نزد او هست و همه صفات نزد او اکثر است و ابلغ است و کامل است و کافی است، بنابراین در مورد او چنین است. مهر او بی نهایت است، در این حال قهر او هم بی نهایت است، از هر جهت بی نهایت است. طبیعتاً وقتی که قهر یکی بی نهایت است، مهرش هم بی نهایت است. بنابراین خداوند مهر بی نهایت می تواند داشته باشد. خداوند می تواند مهر کند بی نهایت، اما خود فرمود که من قهرم رو بی نهایت نمی کنم. اگر می خواستم قهرم رو زیاد بکنم، غضبم رو بیشتر کنم، کسی در جهان باقی نمی ماند. بنابراین فرمود که کتب علی نفسه رحمه، خداوند بر خود رحمت رو واجب داشت، مهر و محبت رو بر خود واجب داشت، و غضب رو در آنجا نگه داشته است و با رحم خود و با رحمت خود با ما سر می کند و ما رو با رحمت خود هدایت می کند. من که باشم که بگویم عفو کن، من چه آگه باشم از اسرار کن. میگوید اسرار کن چیزی است که من هم نمیدانم. اسرار کن فیکون، و اذا قال لشیء ان یقول له کن فیکون، وقتی که به و اذا اراد شیئا، وقتی که خداوند اراده فرمود چیزی رو، به او میگوید کن فیکون، باش پس میشود. هیچ فاصله ای نیست میان این که خداوند به چیزی بگوید باش و شدن او، پس از باش گفتن او هیچ فاصله ای ندارد. میگوید این اسرار دارد، من از سرش با خبر نیستم، من چه میگویم که عفو کن. حتی عرفای بزرگ میگویند ما حتی از خدا عفو کردن هم نمیخواهیم. چرا؟ به خاطر اینکه شاید نخواهد عفو کند، شاید نمیخواهد گناهان ما را ببخشد. چه میشود گفت؟ چه میتوان کرد؟ و اینجا دو بحث خاص دارد که یکیش مراتب اینها هست، مراتب توکل و تسلیم و تفویض، که انشاءالله یک روز باید حتما راجع به این سخن بگیم و در آینده هست که
هر کدوم مراتبی دارد بنا به مراتب انسان‌ها. انسان‌ها یا در مرتبه توکل هستند، اگر در بالا، یعنی همه کارها رو به خداوند می‌سپارند و وکالت به خدا می‌دهند در کارها، بالاتر از آن تسلیم است، یعنی تسلیم اراده حق می‌شود و چیزی نمی‌خواهد از خدا و می‌گوید هر چه تو دادی من قبول می‌کنم، و تفویض آن است که همه امور خود را هم به او واگذار می‌کند و از خواستن و از دعا کردن می‌رهد. این مرتبه بسیار بالای بندگی است که بنده از خواستن هم برهد. مگر خداوند از درون من آگاه نیست؟ آیا خداوند نمی‌داند من چه نیازی دارم؟ به آیا خداوند خسیس است نمی‌دهد؟ یک عده آمدن پیش رابعه ادویه، از جمله سفیان سوری و بزرگان دیگر، دیدن که بالشش یک خشته، یک خشت خام بالش هست، از یک کوزه شکسته آب می‌خورد و یک لباس پاره به تن دارد و رخت خوابش از کاه هست. گفت من دوستان توانگر زیاد دارم. سفیان سوری هم خودش از عرفای بزرگ است. گفت من دوستان توانگر زیاد دارم، میخواهی از ایشان برای تو چیزی بخواهم که از این همه زحمت و رنج زندگی رها شوی؟ گفت خدای من و آنها یکی نیست؟ گفت چرا؟ آیا به آنها میدهد چون دارند و به من نمیدهد چون ندارم؟ گفت نه. گفت آیا خدا مرا نمیبیند؟ من چه یاد دهم به خدا؟ من چه بیاموزم به خداوند؟ خدایا تو که سمیعی، تو که بصیری، ببین که ندارم. میگوید من چه یاد بدهم به خدا؟ به خدا چه بگویم؟ خدایا میبینی که من ندارم. خب خدا که میداند ندارم. آیا خسیس است که نمیدهد؟ بخیل است خداوند که نمیدهد؟ یا سری در ندادن او نهفته است؟ سفیان سوری عذر خواست، گفت بله این استدلال تو بسیار درست است. نه خدا بی خبر است و بی اطلاع است از تو که نمیداند تو در چه تنگ دستی به سر میبری، و نه اینکه خداوند بخیل است، میداند تو تنگ دستی و نمیدهد چون چیزی از ساحت خدا بدور است. پس یک حکمتی هست، یک چیزی میخواهد به تو بدهد. این دعاهایی که غالبا میکنیم و میخواهیم که بلافاصله اجابت شود، اینها را اگر از عالم بالاتر و از فاصله بالاتری نگاه کنیم، خواهیم دید که اینها اسرار کن هستند، اسرار وجودند، اسرار الوهیتند و ما نمیدانیم چرا به ما نمیدهد. پس بیهوده اسرار نکنیم، خیلی اسرار نکنیم. اگر هم میخواهیم، گفتند کار دنیا از خدا نخواهید. یک روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید حتی بند کفشتان را هم از ما بخواهید، حتما شنیده اید، حتی بند کفشتان را هم از ما بخواهید. خب خواهید فرمود که اینها مگر با هم دیگر منافات ندارن؟ امام می‌فرماید بند کفش را هم از ما بخواهید، شما می‌گویید کار دنیایی نخواهیم. بسیار روشن است. امام که می‌فرماید حتی بند کفشتان را هم از ما بخواهید، به این دلیل است که عوام مردم بدانند که همه چیز را خدا می‌دهد و به اشتباه نیفتند. تصور نکنند که با تلاش و کوشش خودشان این بند کفش را به دست آورده‌اند. به توحید افعالی توجه داشته باشند که همه آنچه که می‌دهد خدا می‌دهد. آنچه را می دهد فقط خدا می دهد، دیگران وسیله سادهی بیش نیستند. این برای عوامه، عوام بداند که حتی کوچکترین چیزها را هم باید از خدا بخواهد، چون معطی کل همین خداوند است. اما وقتی که
یک مرتبه بالاتر رسید دیگر متوسطین و البته کاملان دیگر دست به دعا نمیزنند، دعا نمی کنند، چرا که می دانند خداوند بصیر است و اگر صلاحشان بود می دهد و اگر صلاحشان نبود نمی دهد. بنابراین برای خدا تعیین تکلیف نمی کنند. رابعه ادویه در جای دیگری که در مباحثه شرکت کرده می گوید که اگر من بخواهم و او نخواهد چه کنم؟ من دعایی بکنم، من چیزی را بخواهم ولی او نخواهد. اگر آنچه من میخواهم او هم بخواهد مشکلی نیست، من میخواهم تا او هم بخواهد، تا او تضرع و لابه و زاری بندش را ببیند. اما اگر من بخواهم و او نخواهد چه؟ اما چه اتفاق خواهد افتاد؟ آیا به من میگویید با دعا به بهانه دعا با مشیت الهی مخالفت کنم؟ این بهانه دعا می شود بهانه ای برای مبارزه با خواست خداوند، بهانه ای برای مبارزه با مشیت حضرت حق تعالی. این سخنان البته در حد عوام نیست، این سخنان را عوام متوجه نخواهند شد، بلکه بایستی کسانی که از نظر معرفت و معارف در سطح بالاتری هستند این گونه بیاندیشند. عوام مردم خواهیم گفت دعا کنید و همه چیزتان را از خدا بخواهید. ای تو پاک از جهل و علمت پاک از آن، که فراموشی کند بر وی نهان. میگه اولا علم شما، علم توی خداوند از جهل پاک است. تو علم مطلق داری که هیچ جهلی در آن نیست. علمهای ما همراه با جهل است. جلسه قبل توضیحاتی در این مورد عرض کردم. علم ما همراه با جهل است، اما این علم خداوند هیچ بهره ای از جهل ندارد، چون علم مطلق است. وقتی علم مطلق بود دیگر جایی برای جهل باقی نمیماند. استدلال مانند همان است. میگویند چرا میگوییم خداوند یکیست؟ چرا خداوند یگانه هست؟ گفتند خداوند چون صرف الوجود است پس یگانه هست، یعنی وجود کامله. وجود تنها یک وجود است و آن هم خداست. آن وجود همه جا را چنان گرفته است که جایی برای وجود دوم و وجود سوم ندارد، جای دیگری برای کسی دیگری نیست. آن وجود آنقدر کامل اینجا رو در بر گرفته، جهان رو و هر چیز رو در بر گرفته که هیچ نقطه‌ای نیست که او در آنجا نباشد و قهاریتش بر آنجا حاکم نباشد. بنابراین وقتی هیچ نقطه‌ای نباشد، همه جا وجود باشد، بنابراین از عدم یا از وجود دوم و وجود سوم اثری باقی نخواهد ماند. ای تو پاک از جهل و علمت پاک از آن. تو خودت از جهل پاک هستی، جاهل نیستی، و علم تو هم باز از جهل پاک است که فراموشی کند بر بین نهان. علمهای ما رو فراموشی نهان می کند. ما خیلی چیزها رو می دانستیم اما اکنون به یاد نداریم، از حافظمون و از خاطرمون رفته است. ما خیلی کتابها رو خوانده ایم ولی حتی مزامینش غالبا از یاد ما و از ذهن ما رفته است. علاوه بر اینکه علم ما ناقص است و علم ما محفوف و مقرون به جهل است و البته جهل ما بسیار بسیار بیشتر از علم ما هست، حتی آن علم بسیار بسیار اندکی هم که داریم، این علم بسیار اندک هم باز شامل فراموشی است، شامل فراموشی که می آید و علم ما رو هم نهان می کند. ممکنه، چرا نهان گفته؟ به خاطر اینکه ممکن است انسان بعد از فراموشی به یاد آورد، یعنی از نهان بیرون بیاورد. و همه این علم هایی که ما داریم همه در اوج فراموشی است. ای تو پاک از جهل و علمت پاک از آن، که فراموشی کند بر وی نهان. علمت رو فراموشی هرگز نهان نمی کند و جلوی علم تو را نمی گیرد. چون قسم کردی اگر لابه کنم، مستمع شو لابه ام را از کرم. اولا تو مرا کس کردی، من را انسان آفریدی،
مرا کسی به حساب آورده ای، من که عددی نبودم در جهان، تو مرا خلعت وجود بخشیدی و مرا اکرام کردی و لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم، او را گرامی داشتیم. اولا تو خود مرا کس کردی، کس بودن من به این بوده است که لابه کنم، زاری کنم. خود لابه را برای من مقرر کردی و زاری رو در درگاه خود برای من معین کردی. پس مستمع شو لابه ام را از کرم، باز هم با کرم خودت آن لابه و زاری و انابه مرا استماع کن، بشنو، بپذیر. حال استماع و سمیع بودن با همدیگر اندکی متفاوت است. خداوند سمیع است، یعنی میشنود همه. استماع یعنی شنیدن خود به خودی، شنیدن متابعی، شنیدنی که خود به خود اتفاق بیفتد. انسان ممکن است که در یک جایی باشد، یک سخنانی به گوشش بخورد، این میشه استماع. این که گفتم فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم تفلحون، لعلكم ترحمون، وقتی که قرآن خوانده می شود سکوت کنید و گوش فرا دهید شاید مورد رحمت واقع شوید، این رو مفسرین گفتن استماع این است که نه اینکه خودت که رفتی قرآن بخوانی که حتما حواست هست. استماع آنگاه هست که کسی از بلندگویی، از جایی، کسی دیگر قرآن نمی خواند، شما اون رو گوش می کنید، آن وقت استماع کنید. وقتی گوش کردید شما هم انصات کنید، انصتوا، ساکت باشید، سخن نگویید، چون که خدا دارد سخن می گوید با شما. چون قسم کردی اگر لابه کنم، مستمع شو لابه ام را از کرم، زان که از نفسم تو بیرون برده ای، آن شفاعت هم تو خود را کردی. این آیت بفهمید در بیت بالا مولانا یک بحث خوبی رو باز میگوید. اولا خود مرا آفریدی، ثانیا به من لابه دادی. خب اگر کسی مرا بیافریند و بعد به من لابه بدهد، من نتیجهش حتما باید گوش کند دیگه، درسته؟ خب اگر گوش نکند که با حکمت او منافات دارد. مولانا میگوید حتی لابه ام رو هم از کرم استماع کن با اون معنایی که عرض کردم. این بسیار جالبه که عرفا برخلاف فلاسفه، حکما، متکلمین و فقها برای خداوند تعیین تکلیف نمی کنن. بحث بسیار مهم نیست. عرفا مانند فلاسفه و متکلمین و فقها برای خدا تعیین تکلیف نمی کنند. شما در سخنان عرفا نمی بینید که بنویسد باید خداوند بدهد. چرا؟ این بایدهایی و تعیین تکلیف ها برای خداوند از جانب فلاسفه، متکلمین و فقها بوده است. عرفا بایدی ندارند، بایدها باید از آن طرف باشد. خداوند باید عادل باشد. چرا باید عادل باشد؟ این بایدها رو از کجا در آوردید؟ مگر شما می توانید به کسی که همه بایدها در ید قدرت اوست به او بگویید باید؟ خداوند چون دهان داده است باید قضا هم بدهد، چون تشنگی آفریده است پس باید آب هم بدهد. عرفا چون این نمی گویند، می گویند این هم از لطف اوست که می دهد. درست خداوند سنت برای خود قرار داده است، درست خداوند حقیقتا عادل است، اما این عدالت خداوند رو ما نمی توانیم بر او حتمی کنیم. هیچ صفت خداوندی رو ما حق نداریم بر او حتمی کنیم. باید خداوند روزی بدهد، نه، هیچ بایدی وجود ندارد. تمامی بایدها از جانب او نشأت میگیرد، جزء سلسله سنت‌های عظیم اوست. راجع به این بحث بیشتر سخن خواهیم گفت در آینده. زان که از نفسم چو بیرون برده ای، آن شفاعت هم تو خود را کردی. بحث مهمی هست که بحث شفاعت، که اکنون هم این بسیار مطرح است و از دیدگاه شیعه و دیدگاه عرفای اهل سنت این امر پذیرفته شده است.
شفاعت اساسا از کلمه شفع میاد، شفع یعنی جفت، و شفع بلبتر هل فی ذلک قسم الذی هج تا آخری که اون آیات رو میدانید. خداوند به شفع قسم خورده است. شفع یعنی جفت، یعنی شفاعت یعنی این که کسی می آید در مهر و محبت جفت انسان قرار می گیرد. اگر من کار خطایی کردم، شفیع می آید و با من جفت می شود، با من همراه می شود تا آن خطای مرا گونه ای رفع و رجوع کند. عده‌ای گمان بردن خب این خلاف عدالت الهی، شما هر کاری می خواهی انجام بده و بعد پیامبر رو شفیع خود قرار بده، جفت خود قرار بده، همراه خود قرار بده و بعد از آن بگو که خب پیغمبر مرا شفاعت خواهد کرد. این شفاعت مفهومش اندکی خوب درک نشده است. اساس مفهوم شفاعت در عرفان هست، یعنی پیر می آید و مرید خود رو مراد می آید و مرید خود رو شفاعت می کند، و بعدن مرید می آید و پیر خود رو شفاعت می کند، یعنی با هم همراه می شوند برای جلب محبت و لطف الهی. همچنین است یک پدر که فرزندش رو شفاعت می کند، او اگر مثلا پادرمیانی می کند، اگر او اشتباهی کرده است می گوید که چنین نکن. اساس شفاعت بر عشق نهفته است. کسی که کسی دیگر رو دوست می‌دارد، اگر او در مشکلی بیفتد، او خواهد رفت و این مشکل رو سعی خواهد کرد از او مرتفع کند. این که گفتند فقهای اهل سنت گاه این رو نپذیرفتند و برخی از فقهای شیعه هم این رو نپذیرفتند، قصهش این هست که اینها حقیقت شفع و حقیقت شفاعت رو درک نکردند، چون از دید فقهی و فلسفی به آن نگاه کردند. اگر از دید عرفانی به آن نگاه کنیم بسیار نزدیک است. خداوند خود سنت قرار داده است، خداوند بندگانش را دوست می‌دارد. خداوند اینکه گفتند بهشت را به بها می‌دهند نه به بهانه، اتفاقا به نظر من نه، بهشت را به بهانه می‌دهند نه به بها. اگر بهایی باشد، دیدگاه عرفان این است که بهشت رو به بهانه میدهند نه به بها. چه بهایی داریم ما که به خدا بدهیم؟ من چه کردم؟ عبادات من و عبودیت من چه بهایی نزد خداوند دارد؟ من چه کاری کردم که بها داشته باشد و ارزش داشته باشد در محضر آن معبود کل؟ این عبودیت های من، این نماز های من، این روزه های من، این عبودیت های من واقعا قابل عرضه هست؟ واقعا بهایی دارد؟ این از خود بزرگ بینی است که بگوییم بهش رو به بها میدهند. چه چیزی داری؟ چه بهایی آورده ای؟ چه کار کرده ای که نزد خداوند آن دارای بها و ارج و قرب باشد؟ این نماز های شکسته بسته ای که میخوانی، این کارهایی که میکنی، یک مقداری صدقه میدهد و فکر میکند که دیگر بهای بهشت رو به دست آورد. چون این نیست، کارهایی که ما انجام میدهیم فاقد بها هستند، هیچند. مولانا در همین ارتباط اون قصه خلیفه و آن عرب بادی نشین رو بیان میکند و حتما دوستان مراجعه بفرمایند، حتما خوانده اند و دوباره بخوانند آن حکایت بسیار زیبا رو. قصه این است، برای دوستانی که از خاطرشان رفته عرض می کنم، قصه این است که یک عرب بادیه نشین که از آب سالم و از آب خوب بی بهره هست، یک عرب بادیه نشین که از آب مناسب بی بهره است، روزی صبح در صحرا می رفت، می بیند که دیشب باران آمده و یک آبی که به نظر او زلال‌ترین آب بود که در عمر خود می دید، در یک سنگی، در داخل سنگی جمع شده است. یک ذره از آن می خورد، می بیند تا حالا
آبی بدین شیرینی رو نخورده است. گفت چه کنم؟ مشکم رو از این پر کنم ببرم خلیفه، خلیفه این رو بخورد و شاید به من انعامی کرد، به من لطفی کرد. مشکش رو از این آب پر می کند و می برد در خانه. زنش می گوید چه می کنی؟ گفت این آب رو برای کم بود، این آب رو برای خلیفه می خواهم ببرم، خلیفه جهان اسلام. زمان هارون رشید ظاهرم بوده است این قصه اتفاق افتاد. با زن بحث می کند، مباحثه ها بسیار زیباست، بسیار جالبه. بعد نهایتاً این عرب بادی نشین اعرابی این مشک رو بر دوش می کشد و بعد از طی مسافت بسیار طولانی نهایتاً به بغداد می رسد. می گوید من آب آوردم، شیرین ترین آبی که در جهان هست رو آوردم. و بعد می برد و این خلیفه بار می دهند، چون می بینند که این اعرابیست و بیابانگرد است و از اصول شهرنشینی و از اصول تمدن چیزی نمی داند. او رو میارن و آب رو می برن. وقتی در اون رو باز می کنن بوی تعفن آب که حالا از اول معلوم نبود چه بوده و بعدش هم در طی این مدت تغییر ماهیت داده بود، او رو می پذیرن و به جاش طلای زیادی می دهن بهش. اما خلیفه می گوید، به حاجبانش می گوید که این رو از جای دیگری ببرید که این دجله رو نبیند. اگر دجله رو ببیند شرمسار می شود. فکر بکنه که بهترین چیزها رو آورد. بعد مولانا می گوید ای انسان، طاعت یک عمر تو مانند اون مشکیست که می خواهی به پیش خلیفه کل جهان ببری، میخواهی پیش خداوند ببری، اما او آبروی تو را نمیبرد، او دریاهای شیرین خود رو به تو نشان نمیدهد. مبادا شرمسار و شرمگین شوی، اما لااقل این رو خودت بفهم که این بی ارزش است. این عبادت هایی که میکنی، این سجده ها، این رکوع ها، هر کسی از نظر عرفا، هر کسی واقعا ارزشی قائل شد برای سجده یک شب تا صبحش، این هنوز با اسرار طریقت و اسرار حقیقت آشنا نیست. از گریه های شبانه اش یکی راضی شد، این راه به جایی نمی برد. این طرف فقر مطلق است و آن طرف غنای مطلق. هرچه داشته باشید بدهید، باز هم هیچ خواهد بود، مانند آن مشک پر از آب متعفن است که در پیشگاه حضرت خداوندگار می‌برید. این که ما چه بهایی داریم، ما چه بهایی داریم به جای آن ببریم. حضرت علی می‌فرماید که اگر می‌خواهید که بها را بدانید، بهای بهشت، میگوید بهای بهشت رو به شما بگم، نفس شماست، جان شماست. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، برای نفس شما ثمنی نیست، قیمتی نیست مگر بهشت. فلا تبیعوها الا بها، پس خودتون رو به کمتر از اون نفروشید. کف وجود شما، کف آنچه که شما میخواهید خودتون رو بفروشید، اگر خیلی کم فروشی کنید و خودتون رو ارزان بفروشید، چون این است. این هم به واسطه لطف خداست، وگرنه ما چه داریم؟ هم وجود ما از اوست، هم همه کارهایی که انجام میدهیم. اگر نماز من مورد قبول خداوند باشد، آن هم به واسطه آن تن و جسم و فکری است که او خود به من داده است، من چگونه میتوانم به آن مباهات کنم؟ بهشت رو به بهانه میدهند. بهانه چی؟ بهانه عبودیت، بهانه این که انکار نکنید، خدا رو بپذیرید و نگویید که خداوندا تو، نگویید که خداوندا تو فلان رو به من بده و چنین و چنان کن. بگویید خداوندا من چیزی در خور و شایسته تو ندارم، نه عبودیتم در شایسته توست و در خور توست و نه هیچ کار دیگرم.
فقط به رحم خود، به رحمت خود و به لطف خود مرا حمایت کن. چون کسم کردی اگر لابه کنم مستمع شو لابه ام را از کرم، زان که از نفسم چو بیرون برده ای، تو منو از خودم بیرون برده ای. انسان تا از خودش بیرون نرود و از خود رها نشود، از تن تهی نشود، در این صورت شفاعت نخواهد شد. آن شفاعت هم تو خود را کردی. خدایا آن شفاعتی که تو میخواهی مرا بکنی، آن شفاعت هم تو هستی. مرا وقتی از خودم جدا کردی، من عین تو شدم. قطره وقتی به دریا پیوست، عین دریا شد. پس دریا هر گلی میزند به سر خود میزند. خدایی که ما رو میبخشد، یعنی ما رو وارد دریای رحمت خود میکند، در حقیقت خود را میبخشد. چرا که قطره تا زمانی که به دریا نرفته است قطره است، اما وقتی متصل به دریا شد آن دریا میشود، جزء دریا میشود و از دریا جدا شدنی نیست. معنای وحدت وجود هم همین است. چون زرخت من تهی گشتیم بطن، تر خشک خانه نبود آن من. وقتی که تن این وطن هست، وطن جاهای مختلفی گفتند، این که گفتند حب الوطن من الایمان، همه فکر کردند که وطن منظور این وطن است، این وطن مثلا شهری است که در آنجا هست، وطن مثلا حب الوطن من الایمان جلوش می نویسن چو ایران مباشد تن من مباد، مسخره است واقعا. حب الوطن من الایمان مفهوم دیگری دارد، مگر اینجا وطن است؟ مولانا میگوید چه کسی میگوید اینجا وطن است، این جهان وطن است؟ اینجا گذرگاه است، اینجا کاروانسراست، اینجا جایی است که ما آمده ایم اندکی در اینجا اقامت کنیم و بعد خواهیم رفت. وطن ما آنجاست، وطن ما الیه راجعون است. چرا که لله هستیم، از آنجا آمده ایم و به سوی او برخواهیم گشت. وطن ما آنجاست، وطن ما اینجا نیست. افلاطون بحث زیبایی دارد، میگوید که یک جایی رو مشخص بکنم برای شما، بگوین که در فلان قسمت که ما مثلا این قسمت ها رو مشخص کرده ایم، اینها رو مثلا الان عرض منه 1000 متر جدا میکنم، میگوین که این وطن شماست، اینجا جای شماست، بروید اونجا کار بکنید. شما میروید در اونجا خانه میسازید، زندگی تشکیل میدهید، بعد از یه مدتی اون کسی که گفته منزل شما آنجاست میاد میگه من اینجا رو نگفته بودم، من این یکی زمین رو گفته بودم، و شما ببینید آنجا خالی است. بحث جالبی است. افلاطون میگه چگونه شما چه میکنید بعد از اینکه فهمیدید اینجا رو اشتباه کردی، شما چه میکنید؟ ما اگر چنین بدانیم چه میکنیم؟ هر چه که انجام دادیم همه باد هواست. من چندین سال زجر کشیدم، جمع کردم در اینجا، در حالی که وطن من اینجا نبوده است، آنجا بوده است. میگوید بنابراین هیچ جا را وطن خود ندانید، وطن شما اینجا نیست. وطن شما ملکوت است. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. اینجا قفس هست، اینجا که وطن نیست، اینجا که بهشت نیست. بس که خو گرفته ایم به این قفس، به میله های این قفس، به دانه های بسیار کم ارزش این قفس، آزادی یادمان رفته است. آزادی را از یاد برده ایم، پریدن را فراموش کرده ایم، چون بالهای من را بریده اند. چرا که به بد جایی پناه برده ایم. مولانا در بحث زیبایی دارد، قصه باز و کمپیر زن، در آنجا بحثی می کند، می گوید بازی بود، باز که می دانید چیست، باز پرنده شکاریست که خصوصیات خاصی دارد، و یک روز اینها رو با حالت سالک
حالت یک باز رو با حالت سالک مقایسه میکنیم. بسیار جالب است که این باز همان حالتهایی رو دارد که یک سالک باید داشته باشد. سرعت دارد، حرکتش متفاوت است، همه چیزش به نظر عرفا و سالکان و عارفان بسیار زیبا می آید. این از جانب قصر پادشاه فرار می کند. بازی که جایگاهش کجاست؟ بازوی پادشاه است. چه می خورد؟ از بهترین خوردنی ها و از بهترین چیزی که شکار می کند، از بهترین قسمت می خورد. چشم‌بندی دارد که جز پادشاه کس دیگری رو نبیند. تیز و تند است، حرکتش سریع است، زرنگ است، تیز است و سریع به مقصد میرسد. اینها همه عرفا رو واقعا تهییج کرده است. این فرار میکند و ناگهان میرسد به خانه یک پیرزن. این پیرزن که این باز رو میگیرد، در دام میکند، در یک لانه میاندازد، میگوید، نگاه میکند، میبیند که چنگالهایش دراز است، میگوید ای بابا، پسرم، پرندم، این چنگالهایت بسیار دراز شده است. با یک مقراض چنگالهای او رو میبرد، خون جاری میشود، یعنی ناخونهاشو داره میگیره. پرهایت چقدر بد است، اصلا اصلاح نشده است، پرهایش را میبرد. نکت چرا چنین تیز است، این رو هم میبرد. بعد از یک مدتی او رو نگه می‌دارد تا اینکه یک روز این باز از چنگال، بعد از چند ماه از چنگال آن پیرزن رها می‌شود. روزی می‌بیند، پادشاه که می‌بیند این باز نیامد، به تبالان که باز رو با اون هدایت می‌کردند با تبل‌های مخصوص می‌زدند و اینها چون پرنده‌های آموزش دیده بودند، رام بودن، اینها می آمدند. ناگهان در این قفس می بیند طبل پادشاهی داره کوبیده میشه. وقتی این طبل ها رو می شنوه، باز یاد قصر پادشاه می افتد، یاد باز بودن خود می افتد. دیگر همخانگی با مرغ و خروس های آن پیرزن رو تحمل نمی کند، به گونه خود رها می کند و نهایتا به شاه می رسد. شاه میبیند که میآید، ولی دیگر آن باز نیست، دیگر آن بازی نیست که لایق دست پادشاه بود. مولانا میگوید ای انسان که از دست پادشاه رها شده ای، تو همچنان هم مانند همان بازی هستی که در چنگال پیرزن روزگار و پیرزن دنیا گرفتار شده ای و هر لحظه بال پریدن تو رو قیچی کرده و بال پریدن رو بریده است. منقار گرفتن اشیا و خوردن مطاعم عالی و بهشتی و عرشی رو از تو گرفته است. غذاهای عرشی رو دیگه نمیتونی بخوری، باید مثل مرغ و خروس ها دانه بخوری. چنگالت امکان اسیر کردن حقایق عالی و متعالی رو دیگر از دست داده است. دیگر نمیتوانی مرغان اندیشه رو شکار بکنی، دیگر تو آن باز نیستی. و البته اندکی اگر باشد، همه بازها یادشان میرود. این انبیا و اولیا آمدند و ما بگویند که تو بازی بوده ای، از آنجا آمده ای، برگرد. و همچنان باز چون زرخت من تهی گشتیم وطن، تر و خشک خانه نبود آن من. مولانا از تمثیل حمام بسیاری جاها استفاده کرده. یک جایی میگوید که من از حمام خیلی خوشم میآید. میگه من رفتم حمام، دیدم لباس ها را کنده اند و خود رفته اند داخل حمام. این خلع لباس، خلع بدن رو به یاد او می آورد. می گوید که وقتی در حمام الوهیت رفتی، باید این تن رو خلع کنی. چه کسی با لباس به حمام می رود؟
و در جای دیگر میگوید که من هرگز با یار در پیرهن نخواهم خسبید، در غزلیات شمس. این است که ما وقتی در این قفس هستیم و این لباس بدن ما رو احاطه کرده است، برای عروج، برای رسیدن به گلشن الهی، ناچاریم که از این بدن و از این جسم رها شویم. میگه چون زرخت من تهی گشتیم وطن، وطن معهودی که داشتم، وطن وطن روح است، وطن روح الارواح است، وطن ملکوت است. وقتی من از اینجا رفتم و روحم به عالم ملکوت پرواز کرد، تر و خشک خانه نبود آن من، دیگر تری و خشکی خانه مرا رنجور نخواهد کرد. اینکه معمولا خانه ای که تر است، خانه ای که آبناک است و زیاد موافق طبع انسان ها نیست، همچنین است در مورد سایر چیزها. میگوید دیگر مهم نیست که این لباس من تر است، خشک است، این بدن من میرنجد، درد میگیرد، درد نمیگیرد، مریض میشود، مریض نمیشود. هم دعا از من روان کردی، دعا رو تو از من روان کردی، مثل آب از من روان شد. من خود نبودم که دعا میکردم. جواب هم ثباتش بخش و دارش مستجاب. خب چون خودت دعا رو روان کردی از من نبودم، من کی هستم که بتونم تو رو بخوانم؟ من در شأن تو نیستم که تو را بخوانم. مگر این عبد ذلیل حقیر مسکین مستکین حق دارد که آن معشوق عظیم عزیز را بخواند؟ اما تو خود لطف کردی و به من این اجازه رو داده ای، این اذن رو به من داده ای که تو را صدا کنم و مرا از درگاه خود نمیرانی و باز هم به سوی خودت میخوانی. هم ثباتش بخش و دارش مستجاب. این دعای من رو ثبات بده و مستجاب کن. هم تو بودی اول آورنده دعا، من چه کنم، کار دست من نبود، اولین آورنده دعا خود تو بودی، تو بودی که دعا رو آوردی. هم تو باش آخر اجابت را روا، هم اجابت رو هم خودت روا کن، خود جواب بده. این طلب در ما هم از ایجاد توست، این طلبی که من میکنم هم از تو آن طلب رو در من ایجاد کرده ای که من تو را بخوانم. رستن از بیداد یا رب داد توست، از بیداد و ظلم رستن و رها شدن داد تو هست و عدل تو هست. بیداد داد یعنی داد تو، عین آن است که ما رو از بیداد رهایی بخشیم و داد تو و لطف تو و عدل تو آن است که ما را از شر ظلم خود رهایی بدهیم. چون می دانید که ظلم سه معنی دارد، یکی ظلم انسان بخیش، یکی ظلم در دیدگاه قرآن، یکی ظلم انسان به خدا که شرک است، ظلم انسان بخیش که خدا رو باور ندارد، و ظلم انسان به انسان. ما معمولاً با قسم سوم این سر و کار داریم، یعنی ظلم انسان به انسان رو خیلی خوب متوجه می‌شویم، اما دو ظلم دیگر که مهمتر هستند رو دقت نمی‌کنیم. دو ظلم دیگر مهمترن، ظلمی که من به خدا می‌کنم، یعنی الوهیت او را انکار می‌کنم، صفات او را انکار می‌کنم، آنچنان که باید با او باشم نیستم، و ثانیاً ظلمی که من به خودم می‌کنم، با جهلم، با نادانیم، با بدکاریم، با بد رفتاریم، با بد سرشتیم باعث می شوم که آنچه که خدا گفته معمول نشود. این رستن از بیداد منظور همانه، بیداد نفس. چون از نفس رسته است، می گوید رستن و رها شدن از بیداد درون و بیداد نفس و ظلم نفس داد توست و عدل توست. چون مستحضر است که همه ما در هر حال داریم به خودمان ستم می کنیم. هر کدام از ما موارد عدیده‌ای رو داریم که به خودمان ستم کردیم. در خلوت خود به یاد بیاوریم که می‌بینیم که خیلی به خود ستم کردیم، به خودمان بیشتر ستم نموده‌ایم. بی طلب من این طلب تو داده‌ای،
گنج احسان بر همه بگشاده ای. بدون اینکه ما طلب کنیم تو این طلب رو به ما داده. بسیار زیباست. بدون اینکه ما بخواهیم تو خواسته ای که ما تو را بخواهیم. بدون اینکه ما طلب کنیم تو ما را طلب کرده ای تا تو را طلب کنیم و تو را بخواهیم. گنج احسان بر همه بگشاده ای. احسان خود رو مانند گنجی داری که اون رو بر در جلوی ما گشوده ای. این دعا تو امر کردی زبتدی، خود این دعا رو خودت امر کردی، به من دستور دادی از ابتدا. ابتدی خواندم تا با بعدی قافیش مناسب شود. این دعا تو امر کردی زبتدی، ورنه خاکی را چه زهره این بودی. یک خاک چه زهره داشت، چه جرأت داشت که بخواهد چیزی از تو بخواهد. چون دعا من امر کردی بی حجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. خودت دعا امر کردی، دعا من امر کردی، یعنی ما را به دعا امر کردی، امر کردی که ما تو را بخوانیم، ما تو را دعا کنیم. پس بی حجاب، حجابی که فاصله ما هست، حجابی که بین من و خداست، بی حجاب این دعای خیش را کن مستجاب. چون خود دعا کرده ای و خودت هم این دعا رو مستجاب کن. تصور میکنم دیگر بعد کافی توضیح دادیم مفهوم این رو. چون دعا من امر کردی بی حجاب، این بی حجاب بودن هم خیلی مهمه. کلمه حجاب در قرآن 8 بار آمده است و در 7 بار آن مذمت شده این کلمه، و در حقیقت حجاب به عنوان مانع انسان و خدا مطرح شده. در یک جا هم در حجاب برزخی است که در احوال بهشت و دوزخ و برزخ است. یعنی حجاب آنچنان که لفظ قرآن است و خواسته قرآن است و گفت فرموده قرآن است، حجاب امر زشتی است و حجاب بین بنده و خدا باید دریده شود. این حجاب، حجاب عفت و اینها نیست، بلکه حاجب و مانع است. حجاب یعنی مانع. خداوند دربانی برای خود قرار نداد، حاجبی برای خود قرار نداد. خداوند به ما گفت همه، هر کس هر وقت خواست میتواند به سوی من بیاید و مرا بخواند، و هیچ حاجب و درمانی دربانی نمیخواهم، هیچ اجازه و اذن ابتدایی نمیخواهد از هیچ کس. نباید اجازه بخواهد. خدای اجازه میدهی به تو دعا کنم؟ گفته بدون اجازه و بدون اذن دعا کن. و البته چون این بوده است، هر چه که میان انسان و خدا فاصله شود و هر حجابی که بین عبد و رب واقع باشد، باید این حجاب رو از بین برد. و اساساً کار عرفان همان است. این حجاب ها خود بسیارند، حجاب های فراوانی وجود دارند. از جمله بدترین حجاب ها حجاب علم است. انسان چند کتاب بخواند، چند سواد بیاموزد و تصور کند که علم دارد، تصور کند میداند، و سپس بر اساس آن علم مغرور شود و به حرف خدا توجه نکند. 3 تا کتاب بخواند، بعد بگوید من 3 کتابی خواندم فهمیدم خدا نیست. 4 تا کتاب بخواند، بیاندیشد که این انبیا و قرآن و اینها چیز درستی نیست. این مشکل این است که این شخص حقیقتا نمیتواند درک کند. این سواد ممکن است داشته باشد ولی علم ندارد. علم و سواد با هم دیگر متفاوت است. سواد آن است که بعدم مدرک میدهند که این مثلا این شخص تا دکتری فلان رشته پیش رفته است، تا لیسانس و فوق لیسانس فلان رشته پیش رفته است. این سواده. سیاهی است. سواد از سودا میاد، به معنای سیاهی. سیاهی است. سیاهی است نوشتن های ما. اینها لقب هایی هم که می دهند، فلان کس آیت الله هست و دکتر است و مهندس است و کذا و کذا هست،
همه اینها سواد است، علم نیست. العلم نور و یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوری است که خداوند در قلب هر کس بخواهد می نهد. یک مقدار اندک سوادی دارد، اندک کتابی خوانده است، اندک مطالعه‌ای کرده است و بعد فکر می کند که بسیار اندیشمند و دانشمند شده است. اینها حجاب است. حجاب های متفاوتی است. گفتند 40 حجاب ظلمانی و 40 حجاب نورانی در برابر سالک است، که انشاءالله حتما در جلسات آینده راجع به اینها در جایگاه خود سخن خواهیم گفت. ای بکرده یار مر اغیار را، ای خدایی که اغیار رو یار کردی، دیگران رو هم یار خودت کردی، دشمنان خودت رو یار خود کردی، یعنی یاری میکنی دشمنان خود رو. اگر یکی از مرعوسین ما که ما به او تفوق داریم، اگر کاری رو که به او بگوییم انجام ندهد چه میکنیم؟ حداقلش اینه که حقوقش رو قطع میکنیم. اما او با این که میبیند این بنده با کفر و شرک و فسق و فجور خود بدی میکند، باز هم به او میدهد، هیچ حقوقی رو قطع نمی کند، هیچ کسی رو از خود نمی راند، یاری می کند، همه رو یاری می کند، حتی اغیار رو، حتی دشمنان خود رو، حتی منکران خود رو از دایره لطف خود بیرون نمی نهد. ای بکرده یار مر اغیار را، وی بداده خلعت گل خار را. خار را آورده، گل رو به خار داده. خار نزدیکترین هم نشین به گل است، درسته، در حالی که خار در جایگاه گل نیست، اما انقدر لطف کرده که نزدیکترین زیبایی رو به خار داده است. مولانا در زمان مولانا هم گویا اینجوری بوده، در مثنوی میگوید که چرا به کافران خدا بیشتر داده، چرا کافران عیش و نوششان برتر و بهتر از مسلمانان است؟ به خاطر اینکه آنها اغیارند، فردا شکایت نبرند که خدایا ما تو را قبول نکردیم، تو به ما کم دادی. بگوید شما مرا قبول نکردید، ولی من به شما بیشتر از دیگرانی که مرا قبول میکردند دادم. لذت انعامت از ما بد مگیر، وا مگیر. لذت انعام یعنی بخشش، نعمت دادن. یک انعام است معنای چهار پا، یک انعام است که باید انعام بگیم. لذت انعامت از ما وا مگیر، لذت انعام و بخشش نعمت بخشیت را از ما مگیر. نقل و باده جامت از ما وا مگیر، آن جام عشق الهی رو از ما نگیر. حتی نه تنها آن جام، بلکه نقل و باده رو و جام رو از ما نگیر، و حتی نقل که مزه آن باده هست آن را هم از ما نگیر. یعنی باده عاشقانه رو از ما نگیر، باده ای که ما میدهی و ما رو سرمست عشق خود میکنی از ما نگیر. و آن نقل هم همان عطیه های خاصی است که در وسط این باده نوشانی به اهل عشق میدهند و میپیمایند. ور بگیری کیست جستجو کند، خودش میگه لذت انعامت رو از ما نگیر، این شراب و نقل و جام و باده رو از ما نگیر. اما میگوید خود جواب نه، ور بگیری کیست جستجو کند. خب حالا گرفتیم، ما این رو خواستیم از تو، حالا اگر گرفتیم ما چه کنیم؟ ما خواستیم که انعام مت رو از ما نگیر، این لذتی که انعام تو دارد. یکی خود نعمت است، یکی لذت انعام است. تمام میکنم، یک بیت مانده. یکی این که انسان به چیزی برسد، یک انسان خیلی بزرگی شما رو مورد مرحمت قرار دهد، به شام دعوت کند، شما بیشتر از آن که از آن شام لذت ببرید از چه لذت میبرید؟ از این که آن بزرگ شما رو دعوت کرده است، غیر از این است. چرا افطارها اینقدر دلچسب است؟ چون که مهمان آن خدایی هستیم که او ما رو دعوت کرده است. چون دعوت کننده و داعی بسیار مهم است. شاید خود قضا به نظرتان چندان دلچسب نیاید، اما کسی که دعوت کرده است خیلی مهم است. یک معشوقی عاشقی رو صدا کند، یک سیب به او بدهد، یک انار به او بدهد، این چقدر ارزش دارد؟
اگر همه زمین و زمان رو به این بدهی اینقدر میارزد؟ چون نیست. این لذت انعام است. خود انعام چیزی است و لذت انعام از آن برتر است. میگوید خدای لذت انعام رو متر از ما نگیر. ما وقتی میبینیم تو به ما میدهی لذت میبریم. به خاطر همین است میگوین خدا نعمات خدا رو تلف نکنید، نانها رو دور نریزید، آبها رو دور نریزید. این نعمت خداست، با آنها به شایستگی رفتار کنید. ور بگیری کیست جستجو کند؟ اگر هم بگرفتی کیه؟ چرا جستجو کنیم؟ چه بگوییم؟ از تو بخواهیم که به ما بگویی چه شد که این را از ما گرفتیم؟ خب میگوید خودم دادم، خودم گرفتم. نقش را نقاش چون نیرو کند. حالا یکی یک تابلوی کشیده، یک انسانی رو کشیده. آیا ممکنه این انسانی که آن نقاش کشیده بیاد و بخواهد زور بگه به نقاش؟ چون این نیست. نقش را نقاش چون نیرو کند. چگونه نقش رو، نقش و آن نقاشی بر خود نقاش که آن را آفریده است نیرومندی می کند و بر او چیره می شود؟ چون این چیزی ممکن نیست. من گرن در فعل ما وقت نظر، اندر اکرام و عطای خود نگر. بسیار زیباست. می فرماید که من گرن در فعل ما وقت نظر. وقتی به ما نگاه می کنی با ما به دیده عبودیت نگاه نکن، چون خیلی شرمنده می شود. با ما به دیده ربوبیت نگاه کن. همان که عرض کردم خدا خود نفرمود الستم به عبدی، آیا به عبد من نیستید؟ فرمود الستم به ربکم، آیا من رب شما نیستم؟ یعنی خدا با ما ملاحظه ربوبیت میکند، معامله ربوبیت میکند، نه عبودیت. اگر معامله عبودیت کند ما هیچ به دست نمی آوریم. اگر معامله ربوبیت با ما بکند آن وقت است به یک بهانه در ما پیدا می کند و نهایتا ما رو روانه آن عالم بالا می کند. کسی از دنیا رفت و مرد، انسان بسیار بدکاری بود، مرد و وقتی که مرده بود هیچ کس حاضر نبود که در نماز او شرکت کند. یکی از اولیای الهی شب او رو در خواب دید، دید در جنات نعیم است، در بهشت است، خیلی هم حالش خوب است، تعجب کرد و نهایتاً بر او مکاشفه ای شد. فردا رفتن در نماز او، همه رو آوردن در نماز شرکت کردن و گفتن این اهل بهشت شد. علت رو از این ولی الهی پرسیدن، گفت او روزی همه کارهای بد رو کرده بود، اما روزی از جایی میگذشت، از بیابانی میگذشت، سگی رو دید که بر بالای چاهی ایستاده است و لهله میزند و آتش است، عطشان است، تشنشه. بنابراین وسیله ای نداشت، کلاه خود رو سطل کرد و دستار خود رو بر اون بست و از آنجا آبی کشید و این آب رو به این سگ داد. آن وقت بود که دریای رحمت الهی به جوش آمد که تو که سگ ما رو واننهادی، تو که سگ ما محبت کردی، تو هم سگ آستان ما هستی، ما هم به تو محبت میکنیم، ما هم تو را داریم، ما هم دست از تو بر نمی داریم. تو به آفریده ما لطف کردی. بی هیچ چشم داشت، بی این که هیچ کسی ببیند و بداند، تو به او لطف کردی. مگر شأن تو از آن سگ کمتر است در نزد ما؟ آنچنان ببخشیم به تو که از جزای همان کار بسیار نیکی باشد که کرده ای. یک بهانه کافی است، کریمان را یک بهانه کافی است. منگرن در فعل ما وقت نظر. این دعا در حقیقت آخرین بحث ما باشد. منگرن در فعل ما وقت نظر، اندر اکرام و عطای خود نگر. به ما نگاه نکن، به بزرگی خودت، اکرام خودت و عطا و جود و بخشش خود نگاه کن و ما را از آن سیراب بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.